از سازهای ایرانی، حالا سنتوله، خیلی چیزهای دیگه، تار همونجور که شما اشاره کردید، ستار. و این علاقمندی خب بقیده بسیاری نکتهیه که میتونه آینده موسیقی ایرانی رو بیمه بکنه به عبارتی. نظر شما چی هست تو این زمینه، علاقه جوانها به موسیقی؟ اصلا که اولین یه مسئله که خدمتتون رو عرض کنم که خب تاثیر غرب فرمودید، تاثیر غرب تو موسیقی ایران از زمان مشروطه است و هنوز این تاثیر وجود داره و این تاثیر از بین نرفته. یه مسئله بگم شاید جالب باشه برای شما، برای اولین بار در تاریخ مملکت ما هست که موسیقیدان ها از موسیقی امرار معاش میکنن. یعنی در حدود 100 سال اخیر در زمان قاجار که خب موسیقیدان ها به اصطلاح در دربار بودن و حقوق بگیر دربار بودن و باید به اصطلاح تمام در خدمت اونها بودن که مثلا اون چیزهایی که اونها میخوان خیلی هم بدم نبود، خوبم بود، برای یه حقوقی داشتن. بعد از اون هم تمام اساتید موسیقی یه شغل جدا داشتن، یعنی فرزن و استادایی داشتیم که در ارتش خدمت میکردن، اساتیدی بودن که به اصطلاح در شرکت دارایی به هر حال، یا که یه سری هم که زمین داشتن، مال املاک داشتن که از اون به اصطلاح ارضا امرار معاش میکردن. ولی اولین بار بعد از تاریخ هست، توی تاریخ ما هست که بعد از انقلاب نوازندگان از این سال دارن به اصطلاح امرار معاش میکنن. البته یعنی آموزشی که میدن، بله، یعنی از این راه دارن امرار معاش میکنن، یعنی شغل دیگری ندارن. در حالی که قبلا هم این مسئله نبود. البته این از یک طرف به حساب مثبت هست که دارن امرار معاش میکنن، از یک طرف هم که مثبت نیست، منفی است، به خاطر اینکه وقتی که امرار معاش از موسیقی باشه یک رابطه بازار و موسیقی به وجود میاد. بازار چی دوست داره؟ بازار موسیقی سبک دوست داره. بنابراین خیلی از هنرمندان مجبورن به اصطلاح سطح کاری بیان خلاقیت ها اصلا دور بره، به خاطر اینکه مردم به اصطلاح در سطحی نیستن که موسیقی اونها رو ببینن. آقای تبار، من خواهش کردم از شما سنتورتون هم بیارید اینجا در این فرصت کوتاهی که ما داریم، یکی از اون قطعات خودت رو بنوازید. حالا هر جو خودتون سلام میدید، هر انتخابی که دارید. بله، البته اینجا خود یه مقدار شرایط خورده، بله، خیلی هنری نیست از نظر سنتور، بله، از لحاظ به خصوص این هواکش اینجا برای کوت، ولی به هر صورت یه قطعه ای در دستگاه همایون خدمت شما خواهش میکنم. مرسی، گوش میکنم.
واقعا خیلی ازتون سپاسگزارم که لطافت خاصی به برنامه امشب ما شما دادید. من براتون سفر خوبی آرزو میکنم، میدونم که موفق هستید، امیدوارم همچنان موفق تر باشید. در این که مصاحبه پخش میشد، دوستان آدرس وبسایت شما رو هم همونجا پخش کردن، همه عزیزانی که میخوان با شما در تماس باشن میتونن مراجعه کنن، آگاهی های بیشتری راجع به همه آثار ارزندتون داشته باشن که میدونم قطعا همه بسیار خوب و قابل توجه هم هست. مرسی از شما. مرسی. برنامه شما هنگ رو ادامه. مرسی.